خب رنگ دشتی درس 68 از کتاب شیوه سنتورنوازی رو با هم کار میکنیم که مسئلهش این رنگ بیشتر نگه داشتن اون ریتم و اون حالت درونی این رنگ هست در واقع. و از ما از خرک هفتم ری بکار و ری کرون هم استفاده میکنیم توی این، به خاطر اینکه دشتی هستش، مایه دشتی اینجوریه، این ری از هر دو ری استفاده. بخوایم از خط اول شروع کنیم، یک سکوتی داره که در واقع به عنوان ضد ضرب ازش یاد میکنیم، یعنی در ابتدای هر میزان اگر به جای یک نوتی که کششی دارد، یک آکسانی دارد، یک شدتی دارد، یک سکوت باشه، ما به عنوان ضد ضرب ازش یاد میکنیم که حالا تو خط دوم هم باز به این اشاره میکنم. از ر شروع میشه با دو را، بعد ما از فای پشت خرک بهتر استفاده کنیم، هرچند که اینجا از فای خرک نهم هم میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در انتهای خط اول نگاه کنید به نوت سل هم اشارتی داریم، یعنی کار داریم باهاش. بنابراین وقتی ما از فا به صورت یک قاعده‌ای که حالا استثناءاتی هم داره البته ازش میخوایم از فا عبور کنیم به نوت‌های زیرتر بریم که اینجا به نوت سل پشت خرک میخوایم بریم، برای همین از خرک فا دوم استفاده میکنیم به جای نهم. پس میگیم ر فا ر، بعد فا سیاه نقطه دار، یه تأکید اینجا داره انگار، بعد میگه من الان رسیدم میزان سوم خط اول، پس شد حالا از سول میگیم که میام یکی یکی پایین، سول فا میره، خط اول تمام شد. ولی خط دوم یک دو اینجا میزنم چند، که در ادامه جمله قبلیه، پس در واقع خط یکم میزان آخر با این نوت دو رو بعد با هم اجرا کنیم، یعنی میزنیم ر سول فا می ر دو. حالا سریع میریم رو زردا و یه دو راب میزنیم با ر دو دو دو. حالا اینجا میزان دوم خط دوم با ضد ضرب داریم، یعنی یه سکوت داریم، بعد یه دفعه میگیم که ر ر دو، راست چپ راست، این راست چپ دیکتم، بعد اینجا خیلی دقت کنیم، راست چپ راست، بعد از همون ر میگیم ر دو سی دو سی. اینم در واقع که میزان سوم خط دوم، اینو بعدن هم میبینیم جاهای دیگه این نوع جمله رو با این چپ و راست داره اجرا میشه. ضربه اول اونم که رو ره نقطه داره دیگه، چنگ نقطه داره، پس یه حالتی داره، اگر نداشتون رو سادهش اینجوری میشه، ولی اینجا میگیم. خب میزان آخر خط دوم باز دوباره یه زده ضرب داریم، یعنی سکوت بعد بکنیم اونم به اندازه سیاه، بعد میگیم که سول ر دو با چپ راست ر دو. خط بعدی باز دوباره همون جمله هست که داشتیمش اینو، و بعد دوباره میگیم سول سول ر دو راست چپ بکار، اینجا علامت بکارم رو ر گذاشته، دوباره همون جمله رو تکرار میکنیم. آخر خط سوم رسیدیم که دو خط داریم، دو خط دو نقطه تکرار، یعنی از اول این قطعه دوباره این رو اجرا میکنیم که ما معمولا این کار رو انجام میدیم. خط چهارم از فا دو راب میگه راست چپ تا سی، از دو نقطه داره، این همون جمله‌ای که اون ور رو زرد داشتی میزدیم، اینجا الان داره از رو دو میزنه، فقط یه دونه چپ اضافه داره. اونجا نگاه کنید تو این جمله‌ای که اینجا بود یه دونه سیاه آخرش بود، سیاه، این سی سیاه بود، مثلا اینجا تو خط سوم آخر میزان سوم نگاه کنی، اینجا همونه که از دوه، یعنی خط چهارم میزان دوم، منتها به جای اینکه مکس کنم رو لا، سلم میزنم، پس میشه دو سی لا سی لا سل. و یه نوت پایین تر، این از دو شروع کردم، حالا از سی به فا رسیدم. خب خط پنجم سل سل دو دو سل جفت،
و بعد سکوت سیاه نقطه دار، یعنی تقریبا میشه گفت یک بخش از آهنگ اینجا تموم میشه. حالا پشت خرک میریم، از فا میگیم فا می سول سول ره. ره از میزان بعدی این خط که میزان آخر خط پنجمه در واقع مال این کلمه است. راست چپ راست چپ راست، اینا هم راست چپ راست چپ هاشن که میمونن کرون، علامت کرون گذاشته برای میمون، پس خرک اوله میدونیم. بعد اینجا از سی چهار تا نوت بیریم بالا، میشه سی دو ره می بمول، علامت بمول گذاشته، دو را هم از تکرار خط شیشون و بعد سکوت دوباره، انگار بازم یه قسمت تموم میشه. میخوایم حالا بریم اوج آهنگ، خط شیشومی میزان سوم، میگیم که فا می فا سول راست چپ راست چپ. خب حالا از لا بمول میگیم که سه تا دوتاست در واقع، راست چپ راست چپ راست چپ، منتها از اونجا همونطوری که نگاه میکنید میبینید از می بمول بعد استفاده کنیم. پس من از لا بمول میگم لا سول راست چپ، بعد یه نوت پایین تر سول فا، و بعد دیگه نمیتونم بگم فا می، چون می اینجا نداره، می بعد از چپم بیاد این بر، چون این نمیتونه از هم عبور کنه دستامون، برعکس میزنیم چپ راست، پس میشه راست چپ راست چپ چپ راست، و به می بمول میرسیم، انتهای خط شیشم. خط هفتم از ر میگیم ر می بمول، دیگه اینا مثل سرکلیدمونه دیگه، برای همین نکشیده. ر می ر دو ر نقطه دار، سیاه نقطه دار، و بعد سکوت سیاه نقطه دار. خب حالا دیگه میریم برای قسمت آخر آهنگ که در واقع میشه فرودمون، یعنی خط هفتم و هشتم، از نیمه خط هفتم میشه فرودمون، از که اینو میبینید که یه دو خط دو نقطه گذاشته، یعنی این تیکر رو تا انتهای آهنگ بعد دوبار تکرار کنیم. پس اینجا از سی میگیم که این همینی که شروع کردم برعکس در واقع اون جمله‌ای بود که اینطوری میگفتیم، برعکس این نغمه پایین رونده است، یا اینجا داشتیم یادتون باشه اینا رو داشتیم. خب حالا اینجا توی خط هفتم، نیمه خط هفتم، برعکس این رو داره میگه چجوری میشه. باز دوباره سی یک نقطه دار هست، حالا ما دو را اجراش میکنیم، خب پس میشه سی دو ر دو ر. ادامهش دو ر دو سی لا سول، خط هشتم سول دو سی دو، با چپ راست چپه و دو تا چنگه، یه دونه سیاه، زمان بندی ها رو دقت کنید، نوت سیاه خط هشتم رو دارم میگم، سول بعد میشه دو سی دو سی، از دو دو سی لا سول، و بعد از فا باز دوباره همون جمله هست، منتها اینجا یه جور ترکیب دیگه ای داره، ولی از نظر ساختار همون جمله یا همون کلمه هست. حالا اینجا به سمت بالاست، از فا شروع میکنیم، فا می، می خرک اول از کرون گذاشته، فا می فا سول لا دو سول، که سیاه هست، سیاه نقطه دار هست، و بعدم سکوته، و بعدم دوباره نوع تکرار کنیم.